صفحه چنده؟ آی صفحه 30. آقا پایین شو. آی چگالی هم فلزها با هم برابره؟ پیدا کردی؟ کنار ظرفه هست صفحه 30 ها کنار خب بخون دیگه بخون. آیا چگالی فلزها با هم برابره؟ خب جواب میخیم بدیم هومن صبر کن جواب میخیم بدیم یک به یک میخیم بخونی جواب. آیا چگالی فلزها با هم برابره؟ همه فلزها مثلا الان ما دو تا اینجا دو تا فلز را با هم دیگه مقایسه کردیم، یکی جیوه بود یکی برنج، آیا چگالیشون با هم برابره؟ چگالی فلزها نه میگیم خیر این درست. خب بعدیشو بخون. بعدی نوشته چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر؟ خب کدومش بیشتره؟ آجیه نه گروه گروه گفته گروه نه گفته که مثلا اسم ماده را ببر. کدوم گروه از مواد چگالیشون بیشتره؟ کدوم میشه؟ فلزات. پس به چه ها میریسیم فلزات. خب قسمت بعد را بخون. برداشت خود را از شکل روبرو در یک سطح بنویسید. میگه برداشت خودتون از این شکل روبروگو چیه؟ چه میتونی بنویسی؟ میتونی بنویسیم هر چیزی که از آب از یک بیشتر از میره تای آب. خب و هر کمتر از میاد روی آب. خب حالا ناخون اینجوری درسته؟ بس ما اینجوری می‌نویسیم، میگیم برداشت چگالی فلزات. پس بنویسید برداشت چگالی فلزات. نوشتی؟ بله. برداشتمون اینه که چگالی فلزات نسبت به سایر مواد بیشتر است. نسبت به سایر مواد بیشتر است. و چگالی جیوه از موره برنجی بیشتر است. این میشه برداشت من. و چگالی جیوه از موره برنجی بیشتر است. خب اومن با شما خداحافظی میکنیم، دست در نکنه، قسمت بعدی رو به احمد لورسبی میدیم. سلام احمد. اومن اگه صدا داری خودت قطعش کن. اومن خب اومن سلام. باشه محمد مهدی اسفندیاری هم بعدش. محمد مهدی شما آماده باش. و چگالی جیوه آخرش این میشه پارسا سالی. و چگالی جیوه از موره برنجی بیشتر است. بگیم برداشت اینه چگالی فلزات نسبت به سایر مواد بیشتر است و چگالی جیوه از موره برنجی بیشتر است. خب احمد بگو. احمد سلام احمد لوراسوی سلام. احمد نمیتونیم ما زیاد معطل کنیم، سریع آقا باش دیگه. احمد لوراسوی بنویس چرا نمیتونی صحبت کنی. بنویس برام چرا نمیتونی صحبت کنی. الان صدات میاد، صدای داخل چی میاد اما نمیدونم چرا صحبت نمیکنی. صدای خب هیچ دیگه صدا داری احمد؟ خب محمدی اسفندیاری سلام. محمدی با تصویر بزنم؟ با تصویر بزنم؟ آقا شرایط من درست نیست. شرایط کی؟ ما اسفندیاری هستی؟ بله استاد. نه خب نه لوراسبی نوشته که با تصویر بزنم. شما رو قطع میکنم لوراسبی با تصویر میزنم. خب باش. خب بعدا شما بیا. بیا آقا احمد سلام. تصویر اومد؟ تصویر تایید کنم. تصویر تایید کن. تصویر من تصویر زدم. با تصویر تایید کن.
و تصویر تایید کن دیگه، باید شما تایید کنید، تصویر تایید کن تا بیاد بالا. احمد زیاد معطل داره میشه، با تصویر تایید کن احمد، بدون تصویر بزنم بیا آقا، یوز بیا احمد، بدون تصویر زدن دیگه هیچی، ولش احمد خیلی معطل شدیم آقا، بزن دیگه آقا، آقای لوراسی محمدی خیلی معطل شدیم، خیلی معطل شدیم. محمدی اسفندیاری سلام آقا، سلام. خب ما میخواییم بریم صفحه بچه 31، صفحه 31، صفحه 31 اومده، در صفحه 31 چگالی چند تا فلز را با همدیگه اومده مقایسه کرده. خب میگه بلد. چرا؟ اینو بخون تا ما بعد روش توضیح بدیم. دیدید که چگالی فلز ها با هم برابر نیستند. برای نمونه چگالی طلا خیلی بیشتر از فولاد و چگالی فولاد نیز از آلومینیوم بیشتر است. به همین دلیل فلز آلومینیوم به یک فلز سبک شهرت دارد و برای ساختن اجسام محکم ولی سبک به کار می رود. شکل 4. خب حالا ناکن میگه چگالی سه فلز را اینجا اومده با هم دیگه مقایسه کرده، چگالی سه فلز، میگه چرا آلومینیوم استفاده میکنیم؟ به نظرت چرا آلومینیوم استفاده میکنیم در؟ آقا چون هم محکمتره هم سبکه. بله چگالیش هم پس کمتره، سبک هست. وقتی که میگه سبک یعنی چگالیش کمتره. خب در اینجا اومده مثلا یک هواپیما را اومده در این صفحه به ما نشون داده، چرا بیشتر قطعاتش اومده در فلز آلومینیوم در صنعت هواپیما استفاده میشه؟ حالا اگه من از شما بپرسم چرا از آلومینیوم استفاده میکنیم شما چی میگی؟ آقا چون که هواپیما باید با طوری که میخواد پرواز کنه باید سبک باشه، به خاطر همین از آلومینیوم درست شد، یعنی به خاطر سبکش، یعنی به خاطر چگالیش کمتر باشه، درسته؟ اما یه چیزی اینجا من میگم، یه چیزی من میگم، در بحث هواپیما اول بحث سبکی نیست، اول بحث چیه؟ محکمی. اول بحث آفرین، بحث استحکام شه، بحث محکمی شه. بعد که بحث محکمی شه ما پیس، یعنی فلزی پیدا کردیم که محکم هسته، در وهله اول پس بحث چگالی مطرح نیست. ماده ای باید ما پیدا کنیم که استحکام چی نداشته باشه؟ استحکام بالایی داشته باشه. فلزات استحکام بالایی دارن. خب فلزات که استحکام بالایی دارن باید بریم در صنعت هواپیما سازی که بخوایم ازش استفاده کنیم، پس یکی دیگه از ویژگی دیگهش اینه که یه فلزی پیدا کنیم که سبک باشه. در بین فلزات اونی که از همه سبک‌تره چیه؟ آلومینیوم. آلومینیومه. پس شرط اول چی بود؟ شرط اول در هواپیما سازی آقا محکم باشه، استحکام بیشتری داشته باشه. درود بر شما. پس شرط اولش این که استحکام داشته باشه. خب شرط و... اولش که استحکام داشته باشه. شرط دومش بریم سراغ چی؟ سبک باشه. سراغ سبکش. پس اینجا به خاطر اینه، اگر مثلا در بین این فلزاتی که اومده اینجا معرفی کرده، یکی اومده طلا را شما خوندین معرفی کرده بود، یکی دیگه اومده بود چی را معرفی کرده بود؟ فولاد را معرفی کرده و یکی دیگه آلومینیوم را معرفی کرده. از بین این سه تا فلزی که من گفتم، طلا، خب فولاد و آلومینیوم، خب کمش چگالیش از همش بیشتره به نظرت؟ طلا. پس علامت بیشتری را روی طلا میذاریم، بعدش میشه کدومش؟ فولاد و آخر کار میشه آلومینیوم. پس شماره 1، 2 و 3 در اینجوریه. خب حالا اینجا در ساختن یه آیه میدانی دم که داده که دیگه خودتون آیه میدانی دال امتحان نمیاد، خودتون دیگه این آیه میدانی را خودتون بچه باید بخونید. خب گفتگو کنید داره، میگیم که این گفتگو کنید از شما بخون. چون استحکام فولاد زیاد است، اغلب فولها و
اسکله های فلزی را از فولاد می سازند. چرا استحکام این سازها با گذشت زمان کاهش می یابد؟ بگو چرا مثلا پل ها را میان، اسکله های فلزی را میان با چی می سازن؟ از فولاد می سازن. اما بله با مرور زمان این پل ها استحکام خودشون را از دست میدن. به نظرت دلیلش چیه؟ آقا به دلیل بارندگی مثلا فولاد ها ضعیف‌تر میشن، یعنی با مرور زمان زنگ میزنن، خوردگی پیدا میکنن، درسته؟ پس میگیم بله. که زیرا با مرور زمان زنگ میزنن و ازشون کم میشه. خب اینجا اومده شکل نوشتین، پس می‌نویسیم با مرور زمان زنگ میزنن. نوشتین؟ درسته. با مرور زمان قابلیت شکل پنج نوشته قابلیت ورقه شدن طلا، یعنی طلا را ما میتونیم به صورت ورقه ورقه کنیم. خب یکی از ویژگی طلا گفتیم اینه که چیه؟ سنگینه؟ نه، یکی از ویژگی طلا اینه که چگالیش زیاده. یکی از ویژگی که طلا داره چگالیش زیاده. در یک سانتی متر مکعب، یک سانتی متر مکعب شما به اندازه مثلا اون صفحه سی را در نظر بگیر. صفحه سی فعالیتی هستا، یه چوبی اینا نشون داد. این یک سانتی متر میگه اگه به اندازه یک سانتی متر مکعب مثلا شما طلا داشته باشین، به اندازه مثلا اندازه یه نخود، حالا بنزه یه نخود اگه طلا داشته باشین، میجونی طوری نازکش کنین یه ورقه در میاد دو متر در یه متر. فهمیدی چی گفتم؟ بله. مثلا اگه به اندازه یه نخودی فقط طلا داشته باشی، میتونی اینو جوری پهن کنی به اندازه یه میز شما. اگه میز شما الان جلوته؟ ما نه. خب یه میزی به اندازه یه میز دو متری، دو متری ها، خب به اندازه این تابلو، یعنی یه به اندازه یه نخود، به اندازه یک نخود میتونه یه به اندازه این تابلو، حالا شاید بیشتر، شاید بیشتر از این دو متر، این تابلو وسطی مال ما یه متر مثلا یک و بیست در یک و بیست مثلا، خب به اندازه از این تابلو بزرگتر، خب یعنی به اندازه یک نخود. چرا ما میتونیم این کارو انجام بدیم؟ آقا والا خواهی من دشمن رو چجوری میشه؟ خب به خاطر که چگالی طلا خیلی زیاده، چون چگالی طلا خیلی چیه؟ زیاده. در بین فلزات چگالی چی از همه بیشتره؟ طلا. یعنی در یک نخود، در یک نخود طلا، خب حج جرم زیادی واقعش، یعنی مولکول های زیادی داره. خب به خاطر همین که ما میتونیم نازکش کنیم، طوری نازکش کنیم که یک به اندازه دو در یک متر برای ما در بیاره. خب فهمیدین؟ حالا یه آزمایش کنید داره که گفته کار در کلاس یه توپ شیطونک بسازین. حالا خودتون میتونین اینو بخونین و اگه خواستین کسی میتونه اینو بسازه با یک سری وسایلی که گفته: چسب چوب، بوراکس، آب، رنگ، غذا و لیوان، کاسه، استوانی، مدرج، حالا نداشته باشین مشکلی نداره، و ترازو گفته. اینا رو بوراکس اینا هم داخل نمیفهمم چیا گیر میاد، اینه که لوازم پزشکی اینا شاید داشته باشن گیر بیاد. داخل بوراکس، داخل چرمسازی اینا استفاده میکنن. از اینا میتونین یه توپی بسازین. این توپه وقتی میزنی زمین مثلا بالا میره، حالت انعطاف داره، توپ بالا میره، مثل توپ پینگ پونگ اینا که هستن ها. وقتی با چسب چوب و بوراکس و اینا میسازی، اینو وقتی میذاری زمین مثلا میپره بالا، میاد پایین و میپره بالا، مثل توپ پینگ پونگ. حالا اینو میتونید خودتون بخونید و اینو بسازید. خب بریم رو قسمت صفحه 32. صفحه 32 چه ماده ای به کار میبرید؟ خب من بعدی با شما خداحافظی میکنیم، چون میخوایم با همه بچه‌ها شما بله آقا ما مثبت میگیریم؟ بله دیگه، همه هر کی میاد بالا خود دیگه بله دیگه. خب خدا حافظ. اما امیر حسین نامدار، بله امیر حسین، ما تا حالا نبردیم بالا. سلام امیر حسین. سلام. سلام، خوبی آقا؟ آقا آره. خب خدا رو شکر. خب
چه ماده‌ای به کار میبریم؟ امیر حسین بخون 32 چه ماده‌ای به کار میبرید؟ میدانید هر وسیله کاربرد معینی دارد، بنابراین هنگام ساختن وسایل باید به ویژگی مواد سازنده آن توجه کرد. در جدول یک چند وسیله ماده سازنده و علت انتخاب آنها نشان داده شده است. با بررسی جدول ها جاهای خالی را کامل کنید. خب حالا صبر کن امیر حسین گفته که چه ماده‌ای به کار می‌برید در ساخت وسیله، یعنی وسایلی که ما داریم می‌سازیم. خب اولین ویژگی باید به ویژگی فیزیکی اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم. پس وقتی می‌خوایم یه وسیله‌ای بسازیم باید ویژگی فیزیکیشون رو مورد مطالعه قرار بدیم. حالا این ویژگی فیزیکی چیه؟ این ویژگی فیزیکی که الان که من اسمش رو آوردم یعنی چی؟ می‌دونی حالا یه مثالی از ویژگی میدونی یه مثال از محکم باشه، درست این مثلا سبک باشه. خب اینا میشه ویژگی های فیزیکی. پس وقتی من میخوام مثلا این ماژیک را بسازیم باید به ویژگی فیزیکیش توجه کنیم. ویژگی فیزیکی پلاستیک، ویژگی فیزیکی پلاستیک چیه امین حسین؟ که سبک باشه. پس ویژگی فیزیکی فهمیدیم در واقع چیه؟ سبک بودن، زنگ نزدن، شفاف بودن، اینا میشه ویژگی های فیزیکیه. خب زیبا بودن، اینا میشه ویژگی های فیزیکیش. خب پس الان ما فهمیدیم که ویژگیه. پس در ساخت هر وسیله‌ای که ما میخوایم بسازیم باید اولین چیزی که توجه کنیم به ویژگی های فیزیکیشه. خب اولیش گفته داخل جدول گفته چی؟ داخل جدول قوطی آلومینیوم. چرا من برای آب میوه ها میان از قوطی های آلومینیومی استفاده میکنن؟ به خاطر که آقا مثلا وقتی میذارن داخل جایی مثلا یخچال اینا، آقا سریع اون آقا خنک میشه، خنکتر بشه. پس رسانا بودنش، یکی به خاطر رسانایی بودنش، یعنی رسانه قوطی آلومینیومی رسانه هست. دیگه به نظر چه ویژگی دیگه داره؟ آقا مواد نگهدارنده داخلش هم بیشتره. یکی دیگه ناخن، من دو تا ویژگی میتونم براش بگم. یکی به خاطر سبکیش قوطی آلومینیومی، خب یکی به خاطر که سبکیشه، یکی دیگه به خاطر که رسانا بودنشه، یکی دیگه هم آفرین به خاطر که زنگ نمیزنه. اینم هست، بنیامین پوربهروز هم درست گفت. پس میتونیم بنویسیم سبک به چه داخل اون قسمت علت انتخابش بنویسیم سبک، رسانا، زنگ نمیزنه. اینو بنویسیم. نوشتین سبک، رسانا، زنگ نمیزنه، دو تاش هم بنویسیم کافیه. خب بعدیشو بخون چی گفته بگو. بعدی سیم مسی سیم برقیه. بله چرا ما از سیم مسی سیم برق مواد سیمان برقه؟ چون چیه؟ آقا برق به خودش جذب میکنه. برق به خودش جذب میکنه؟ اشتباه نمیگی؟ به خاطر که میخوای اینو بگی، یعنی میخوای اینو بگی که سیم مسی رسانا هست، یعنی برق رو از خودش عبور میده. برق از خودش عبور میده. پس میگیم چیه؟ میگیم رسانا هست، محکمه. سیم مسی محکم هست یا نیست؟ آره هست. پس بله، پس برای سیم مسی ویژگی هاش چیه؟ میگیم رسانا هست، سبک هم هست، محکم هم هست. اینا رو میتونیم بگیم. پس رسانه، سبک و محکمه. دیگه بعدیش بخون. خوش بعدیش گفته آقا اینجا حلقه طلا، آقا طلا خودش زنگ نمیزنه. خب طلا درخشان و زیبا، درست اینو خودش گفته. بعد حالا ظروف آشپزخانه را گفته. ظروف آشپزخانه دلیل چیه؟ چرا ما ظروف آشپزخانه مثلا فلزی انتخاب میکنیم؟ آقا به خاطر که گرما رو به خودش جذب میکنه. یعنی گرما رو عبور میده. رسانای گرمایی. احسن، پارسا سالی هم خوب گفت. چون رسانا هست و شکل پذیره، پس رسانه ظروف آشپزخانه را می‌نویسیم. پس ظروف آشپزخانه رسانا هست و
شکل پذیره. خب رسانا به شکل پذیر. خب بخاطر این شما امیر حسین کلاسه حضوری شرکت میکنی؟ آقا آره شرکت میکنیم، داخل کلاس همیشه. خب باش، شیشه پنجره چی؟ چرا انتخاب میکنیم؟ پنجره به خاطر نوره، ازش عبور میشه، به خاطر که وقتی باستاب نور میخوره از شیشه عبور میکنه. درسته درسته. آما و گرما هم بگرم داره است. و اگه یه کلمه ما بخوام بگم به چه هم بعضی ها نوشتنه، اگه یه کلمه بخوای بگیم، چون شیشه پنجره میشه سبک بودنش، چی؟ شفاف بودنش. به چه هم نوشتنه، پس شیشه پنجره میشه شفاف بودنش. میشه چی؟ شفاف. شفاف چون نور که گفته خودت، نور ازش چی میکنه؟ نور ازش عبور میکنه. عبور میکنه، باستاب ازش عبور میکنه. بله. بعدیش را بخون و بگو. عدسی. آقا عدسی. خب عدسی، عدسی چی میشه؟ عدسی که آقا عدسی که شکل یک جسمو خیلی بزرگ نشون میده. خب دلیل انتخابت چیه؟ دلیل انتخابت چی میگی؟ دلیل انتخابت چی میگی؟ آقا به خاطر اینکه همین عدسی برای میکروسکوپ های بزرگ استفاده میکنن. خب به خاطر که میتونه چیزه اکسام کوچیک بله بچه ها نوشتنه، نوشته یکی شفافه، درسته، بچه ها درست گفتن. یکی دیگه میتونه سبک بودنش باشه، شفاف و سبک بودنش. یعنی الان من الان رو چشم من عدسی هست، درسته؟ آره. خب چشم من، چرا من میتونه از عدسی رو چشم استفاده کنه؟ یکی به خاطر نور ازش عبور میکنه، یکی دیگه به خاطر سبک بودنشه، یعنی سبکه. پس که من اومدم ازش کار کردم، ازش استفاده کردن در ساخت عینک، درسته؟ خب پلاستیک، پلاستیک را، پلاستیکی که در کلید و پریز اومده استفاده کرده، به خاطر چی این پلاستیک را استفاده میکنه؟ پلاستیکی در کلید و پریز استفاده آقا کرده، چون جریان برق را آقا عبور نمیدهد، به خاطر که ممکنه مثلا یه وقت ممکنه که دست بزار داخلش و برق بگیره. بله درسته، درسته. به خاطر نارسانای برقه، پس می‌نویسیم به خاطر نارسانای برقه، اینم درسته. خب بعدیش روکش سیم برق، یعنی اومده این روکشی که رو سیم برق میزنن پلاستیکه، این به خاطر چیه روکش سیم برق؟ خب خاطر این که چون جریان برق که میخواد بره یه وقت از همین سیم عبور نکنه، برند پلاستیک دورش میزنن که یه وقت عبور نشه، به خاطر نارسانا بوده نشه. خب پس همین که گفتی درسته، یعنی شما پس میگیم که همین پلاستیکی که برای روکش سیم برق هم استفاده میکنیم به خاطر نارسانا بوده نشه. دیگه به خاطر چیه؟ دیگه به خاطر آقا نارسانا بودنش، یکی هم آقا وقتی میکشیش به همین پلاستیک رو که روش آقا کنده نمیشه، یعنی نرمه. میخوای بگی که نارسانا و نرمه، یعنی میشه مثلا اون دیدی که جمع میکنن سیم برق رو چقدر جمع میکنن، مثلا داخل یه حالت یک تیوب در میارن، خب این جمع میشه، جمعش به خاطر نرم بودنشه. پس نارسانا بودن و نرم بودنش. اطلاعات را جمع آورید، شما یکی دو موردش را ما میگیم و بقیهش را دیگه خودتون بگید. کمک کن به من، مثلا بخونش اطلاعات. چرا مثلا برای ساخت هر یک از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده است، دلیل انتخاب هر ماده را بنویسید. الف یعنی دست، دستاک یا راکت تنیس، اسم فارسیش دستاکه، اسم خارجیش هم که ما بهش میگیم راکت همون راکته. حالا میگه از راکت، داخل راکت چه موادی استفاده شده؟ بچه اینو پاک کنم. آقا داخل راکت یکی چوب استفاده میشه و خب پلاستیک استفاده میشه. بله. چسب من استفاده میکنم. آقا چسب هم استفاده میکنن. پس چسب هست، پلاستیک هست، چوب هست، ها؟
درسته؟ داره درست. خب ما چون چند تا ماده داخلش به کار رفته بهش میگیم چند سازه. یعنی از چند سازه یعنی چی؟ یعنی از چند تا ماده داخلش ما به کار رفتیم برای ساختنش. پس ما اینو می‌نویسیم راکت یا همون دستاک می‌نویسیم چند سازه. خب چرا من نوشتم چند سازه؟ گفتم چند سازه چون چند تا. پس راکت یا دستاک موادی که داخلش به کار رفته از چند تا وسیله ساخته بله. شده. بله پس می‌نویسیم مواد. اینجا یه جدولی می‌تونیم درست کنیم، می‌نویسیم مواد، می‌گیم چند سازه، یعنی چند تا از چند تا چیز ساخته شده. یعنی مثل چسب و مثل چوب و مثل نمی‌فهمم پلاستیک و اینا داخلش به کار رفته. خب چرا مثلا پلاستیک، چرا چوب، چرا اینها داخلش به کار رفته؟ به نظرت دلیلش چیه؟ چرا پلاستیکه؟ چرا بخاطر که سبک شفافه؟ سبکیش درسته، سبک شفاف که نیست. حالا پلاستیکه مثلا تیروم رو استفاده کرد، یکی سبکه، یکی ضربگیره. امیر حسین ضربگیره، یعنی ضربه توپ میگیره. خب پس بخاطر سبکیش و ضربگیر بودنش پس می‌نویسیم سبک ضربگیره. نوشتیم بچه ها سبک و ضربگیر. یکی دیگهش هم بگیم بعد چه کنیم؟ یک دیگه چه کدوم چه خودت انتخاب میکنی میخوای بگی؟ آقا ما ب میگیم. کدوم ب رو میگی؟ بگو. قابلمه دستدار میخوای بگی؟ بگو. دستدار به خاطر چی آقا؟ به خاطر که گرما رو از خودش عبور میکنه و آقا دستمونم نمیسوزه. قابلمه دستدار بخاطر می نویسیم پس چیه؟ بخاطر که مواد، اول موادی که داخلش به کار رفته بگو. مثلا این موادی که داخل قابلمه دستدار به کار رفته بگو. پس می نویسیم قابلمه دستدار، قابلمه حالا دستدار. حالا موادی که داخلش به کار رفته چه موادی داخل این چه ماده ماست؟ رنگ و پلاستیک به کار رفته دستش. خب هم قابلمه هم خود چی رو میگه. پس می نویسیم آلومینیوم و پلاستیک. پس می نویسیم آلومینیوم و پلاستیک. حالا در این آلومینیوم و پلاستیک میگیم که چرا آلومینیوم و پلاستیک به کار رفته؟ یکی که آلومینیومش به خاطر که آلومینیومش گفتیم قبلا گفتیم آلومینیومش به خاطر چیه؟ آلومینیومی که داخلش به کار رفته گرماست. یکی که گرما رو عبور میده، یکی گرما رو عبور میده، یکی سبکه. پس رسانا به سبک بودن، رسانا سبک. پلاستیکش به خاطر چیه امیر حسین؟ پلاستیکش پلاستیکش به خاطر آقا دستامونه که وقتی میخواستیم دست بزنیم دستمون یه وقت نسوزن. بله به خاطر نارسانا بودنشه. خب پلاستیک چون نارسانیه پس میگیم پلاستیکش، خود پلاستیکش به خاطر نارسانا بوده میشه، نارسانه. خب به خاطر اینه دیگه. میتونی خب الان تصویر بهتر شد، یعنی تو تابلو بهتر پیداه. خب کلا بهتر، خیلی خوبه. خب آقا مگه حضور غیاب نه این حضور دیگه. خب بذار تا آخر. خب امیر حسین با شما خداحافظی میکنیم. بقیه شو بچه ها خودشون دیگه میتونن بنویسن. بقیه را خودتون میتونی بنویسین. بچه ها مثلا کلا ایمنی چند سازه یه میتونی بنویسین چند سازه. بعد ضربگیره بچه ها سبک کلا ایمنی. بدنه در یخچال بچه ها میتونی بنویسین بدنه در یخچال از کاچو درست شده. خب بعد نارسانه سبک. تایر اتومبیل بچا از پلاستیک و فولاد درست شده، لاستیک و پلاستیک و فولاد درست شده، انعطاف پذیر، محکمه. خب اینا رو بچا خودتون میتونید دیگه اینا رو بنویسید. سینا خواجه بیا. سینا خواجه سلام. سینا سلام. سینا آقا سلام. سلام سینا خوبی؟ سینا تا حالا اومدی رو خط شما؟ علوم؟ آره علوم اومدی؟
آره. خب حالا یه نصف صفحه کمک کن تا بعدش بریم به قسمت بعدی. خب سینا میدونی بدنه در یخچال چرا از چه درست شده؟ مواد به کار رفتهش از چیه بدنه در یخچال؟ پلاستیک؟ کاچوه. بدنه در یخچال از داخل این بدنه یا که شما ما نمیبینیش کاچو گذاشتنه. چرا کاچو گذاشتنه؟ علتش چیه کاچو گذاشتنه؟ آفرین میرسین؟ یکی به خاطر نارسانا بودنشه، یکی دیگه به خاطر سبکیشه. به خاطر نارسانا و سبکیشه. خب؟ فهمی؟ آقا محکم بودنش هم نمیشه؟ محکم بودنش اول به خاطر ما میخوایم که نارسانا باشه و دیگه میخوایم که سبک باشه. حالا ممکنه محکم هم باشه، اما این دوتا شرط رو اولش، شرط اولش این دوتا. خب؟ دوتا شرط. خب بریم صفحه بچه ها 33. صفحه 33. صفحه 33 در انتخاب مواد برای بخونش. صفحه 33. ساختن یک وسیله علاوه بر ویژگی های فیزیکی مواد، قیمت و فراوانی آنها نیز در انتخاب آنها اهمیت دارد. برای نمونه فلز آهن از سایر فلزها ارزان دارد. به همین دلیل این فلز کاربرد بسیار گسترده‌ای در صنایع مختلف دارد. خب الان در مورد چه میخواد صحبت کنه؟ میگه در ساخت یک وسیله سه تا شرط مهمه. پس شما بچه ها میتونید بالاش بنویسید. در انتخاب مواد بنویسید. آذری داره، سینا داره مینویسی الان؟ آره. بنویس در انتخاب مواد برای ساخت وسایل، برای ساخت وسایل سه عامل مهم است. سه عامل مهم است. بعدش سبحان ریایی بعد از سینا خواجه که این صفحه، این نصف صفحه خوند، سبحان ریایی بیاد. خب آقا سه عامل چی؟ سه عامل مهم است بیان کنید. سه عامل مهم است بیان کنید. خب در ساختن وسایل بچه اولین چیزی که مهمه ویژگی فیزیکی مواده. ویژگی فیزیکی مواد یعنی چی؟ یعنی آیا سبکه؟ آیا زنگ نمیزنه؟ آیا رسانه هست؟ آیا محکمه؟ آیا شفافه؟ اینا بهش میگیم ویژگی فیزیکی. بعد در مورد قیمت اینه، قیمت این چقدره؟ مبلغش چقدره؟ فراوانی اونم باید باشه. پس بچه در ویژگی فیزیک، در ست عامل، سینا بگو ست عامل که ما باید در ساخت یه وسیله بهش توجه کنیم چی؟ اول آقا سبک بودنش. نه اول به طور کلی ویژگی فیزیکیش، ویژگی فیزیکی ماده خوش کتاب گفته. دو چیه؟ قیمتشه. قیمتش چقیه؟ خب قیمت اون ماده چقدره؟ آیا قیمتش گرونه؟ مثلا نها کن، من میتونم در ساخته، نها کن، شما میدونیم نقره خیلی رسانه هست؟ میدونی نقره خیلی رسانه هست؟ نه. نقره خیلی رسانه‌ایه. مثلا اگه ما برق، یعنی وقتی که برق داره نقره، اگه سیم‌های نقره‌ای ما بسازیم برق ازش عبور کنه، برقمون خیلی کم هدر میره، برقمون تلف نمیشه. اما ما چرا از نقره استفاده نمی‌کنیم به نظرت؟ چرا از نقره استفاده نمی‌کنیم؟ آقا چون قیمتش گرونه. چون قیمتش گیرونه، یعنی ما باید به قیمت توجه داشتیم، به فراوانیش هم توجه داشته باشیم. پس ما به چند تا ویژگی همزمان باید توجه کنیم، هم باید به ویژگی فیزیکی توجه کنیم، هم به قیمت توجه کنیم و هم به فراوانیش. خب فراوانی یک ماده هم باید توجه. آیا اون ماده فراوانه؟ آیا در دسترس ما هست؟ خب مثلا یه مثال، حالا این مثال که ما بیشتر چه میکنیم، اومده چند تا فلز را از لحاظ قیمت اومده برای ما گفته. مثلا کمترین قیمت را کدومش داره در بین اینها؟ کمترین آهن. آهن. و بالاترین را طلا داره، بعدش حالا دیگه نقره داره. خب حالا چرا گفتیم که از سیمهای برقمون با وجوده که نقره خیلی رسانایش خوبه نمیایم استفاده کنیم؟ چون که قیمتش چیه سینا؟ گرونه.
قیمتش گیرونه، ما برای ما نمیصرفه که ما یه قطع سیم بیایم از نقره درست کنیم. پس میایم یه فلزی میگیریم که قیمتش چه باشه؟ ارزون باشه. یکی قیمتش پایین‌تر، یعنی کمی ملاک خودمون رو پایین‌تر میاریم. شما میری مغازه، مثلا میخوای برای یه چیزی بخری، خب میبینی تا یه چیزی خوب هست اما پولت بهش نمیرسه. خب میای چیکار میکنی؟ میگی اشکال نداره، میام یه چیز دیگه با قیمت ارزونتر میخرم. در اینجا همینطوره، مثلا نقره خیلی هم کمیابه و هم اصلا خیلی گرون در میاد که ما بخوایم سیمهای برقمون را با چه درست کنیم؟ بیایم با نقره درست کنیم. خب اینجا ما اینو فهمیدیم. پس میایم چرا مثلا آهن، ناگهان یه سوالی من از شما میپرسم اینجا، چرا، و بعد میریم قسمت بعدی، چرا آهن در صنعت خیلی استفاده ما میکنیم؟ به نظر دلیلش چیه؟ آهن محکم بودنش. خب دیگه چی میتونه باشه؟ دیگه یکی دیگه هم قیمتشه. قیمتش ارزونه. احسن، قیمتش ارزونتره. ممکن چیز دیگه هم هست که از آهن مثلا چه باشه، اما به خاطر قیمتش که ارزونتره ما در آهن در صنعت خیلی استفاده میکنیم، چون قیمتش نسبت به فلزهای دیگه چیه؟ ارزونتره. ارزونتره. خب سینا، خداحافظ شما. خب کی بود نوبتی؟ کی بود بشه گفتم بیاد؟ مهدی اشاعری. مهدی شما بیو. مهدی اشاعری. مهدی سلام. مهدی اشاعری. مهدی. مهدی اشاعری. مهدی اشاعری. سبحان ریایی گفتم بیو. نومدی؟ گفتی خرابه. مهدی اشاعری. سلام مهدی. سلام مهدی. بچه آقای سلام. سلام مهدی، چرا اینقدر طول دادی آقا؟ خواستم قطع کنم. آقا جبانم خراب بود جان. جبانم کند کار میکنم. خب من میخواستم قطع کنم دیگه، میخواستم چه نکنم. خب خواجه باشه، شما شما هم میکروفون میدم اصلا خواجه. خب آماده هستی؟ خب بخون چگونه موادی با خواص بهتر تهیه کنیم. چگونه موادی با خواص بهتر تهیه کنیم. بخون. چگونه موادی با خواص بهتر تهیه کنیم. انسان ها از نیرگاز و جستجوی روش های برای کنون موادی مفید و دوستان در زندگی بیان. مثلا از اینجان مقداری آهگ دو سیب از روش استفان آن میچارن. از این رو در ساخت برنامه های خوشتی از خب مهدی صبر کن، مهدی صبر کن. صدات صدات بچه ها میگن بده صدات پیش منم خوب واضح نمیاد. صدات خوب پیش منم خوب واضح نمیاد. یک کم دیگه اگه صدات بد شد صدات من قطع میکنم، بعدم بهت صدا میدم. خب مهدی ناگهان یکم ضعیفه، یکم ضعیفه. خب حالا ناگهان من اینو دارم میگم که چگونه موادی با خواص بهتر تهیه کنیم. خب برای که ما موادی با خواص بهتر، انسان میگه از دیرباز در جستجوی این بوده روشی را به چا پیدا کنه، یه روشهای خوبی پیدا کنه، روشهای سودمندی پیدا کنه، یه سری موادی بسازه که مواد خوبی باشن. خب یعنی بعض وقت میاد یک سری مواد را با همدیگه مخلوط میکنه، یک ماده خوبی به چا به دست میاره. مثلا در زمانهای قدیم می اومدن آهک با به گل می اومده چه اضافه میکردنه؟ به گل می اومدن آهک اضافه میکردن و در ساختن خانه های خشتی از اون استفاده میکردن، این میشد محکم. اما اگه بچه ها گل خوشتنها استفاده میکردنه خب محکم نبوده. می اومدن با همزمان داخلش چه میریختنه؟ آهک هم میریختنه، مقداری آهک میریختنه و این باعث میشد که بناهای خشتی محکم باشه. بچه در منطقه خودمون، شما حالا دیگه اگه از مثلا پدراتون پدر بزرگاتون بپرسین، در منطقه خودمون قبلا می اومدن در بناهای خشتی که میخواستن استفاده میکردن کا استفاده میکردن. نیفهم دیدینه، نیفهم شنیدینه، نیفهم
یا مثلا ممکنه از پدر بزرگ کا استفاده میکنه، کا میرختن داخل این گل ها و این یک گل محکمتری به دست میوردنه. در جاهای بالا که آهک و اینها بوده میومدن آهک استفاده میکردنه. پس اگه از شما پرسیدن اینجا بچه باید زیرش خط بکشین افزودن مقداری آهک، پس میگیم که چطوری ما اینو میتونیم، میگیم که اینو به این شکل هم شما میتونید بنویسید، به این شکل میتونید بنویسید. بناهای خشتی میگیم چی؟ در بناهای خشتی به این شکل میتونیم خلاصش هم بنویسیم، بالاش اونجا خلاصش بناهای خشتی. شما حالا فعلا باش، بناهای خشتی به علاوه گل و آهک، گل به علاوه آهک، اینو پس در ساخت بناهای خشتی معنی در زمانهای قدیم چه استفاده میکردنه؟ آهک و گل با هم دیگه مخلوط میکردنه و اون بنای خشتی محکمتر بوده. خب بله. خب من با شما خداحافظی میکنیم، اشاره تا اینترنتی که قوی تر شد شما چه بشه. خب سبحان ریایی اومدی بالا؟ سبحان اومدی؟ اسحاق خواجه خب اسحاق صحبت میتونی کنی؟ سلام اسحاق خواجه اسحاق سلام. الان یک آقا سلام. سلام آقا، خوبی؟ ممنون. خب اسحاق برای که یه سوالی از میگرزم سری برای قسمت بعد. آقا اسحاق برای که در زمانهای قدیم برای که بناهای خشتی محکمتر بکردن چیکار میکردن؟ آقا آهک با گل مخلوط میکردن. درسته. آقا اونه اگه آهک نداشتن کار رو با گل مخلوط میکردن. درسته بله، آفرین بر شما. خب یه مطلب دیگه هم اومده گفته قسمت بعدی رو بخون، شما ادامه درس رو بخون. کربن سطر سوم، کربن همون زغاله نافلزی سیارنگ، بخون این قسمت را تا بعد روش توضیح بدیم. آقا کربن نافلزی سیارنگ و نرم است که با کشیدن روی کاغذ یا سنگ با آسانی لایه نازکی از آن بر جای میماند. در نتیجه از کربن برای تولید مغز مداد استفاده میشود، اما نرمی زیاد آن مشکلاتی را در ساخت مداد و نوشتن با آن ایجاد میکند. تجربه نشان میدهد که افزودن مقدار خاک رس به کربن سبب بیشتر شدن سختی آن میشود، به طوری که هرچه مقدار خاک رس بیشتر باشد سختی مداد بیشتر خواهد شد. خب فهمیدی الان چه گفت؟ چه به ما میخواست مرتبه دو؟ ما میخواییم مغز مداد بسازیم. بله. خب آقا گفت اگه کربن رو، گفت آقا اگه خاک رس رو به کربن اضافه کنیم محکمتر میشه کربن. یعنی کربن محکمتر میشه، اینو باید به صورت خمیر در میانه، کربن محکمتر میشه و میتونن مغز مداد. حالا من یه چند تا در این میگیم که پس اگه ما بیایم خاک رس را به کربن اضافه کنیم سبب سختی چه میشه؟ آقا سختی مداد کربن میشه. اون کربن خب کربن چیه؟ کجا کاربرد داره که من میتونم اون رو سخت‌تر کنیم؟ که میتونم اون رو سخت‌تر کنم. خب کربن چیه؟ کربن یه زغال گفته سیارنگ و چیه؟ آسیا سیارنگ و نرمه. کربن نرمه. همون زغاله، همون زغالی که خونه. این زغاله میبینی شما یه وقتی اومده این زغال رو بکشی رو مثلا دیوار یه وقتی استفاده کردیه؟ آقا بله. وقتی زغال رو رو دیوار میکشی همون موقع تموم میشه، هم یعنی شما یه مثلا یه مرتبه دو مرتبه روش بکشی این تموم میشه. قبول داری؟ آقا بله زغال خرد میشه. بله خرد میشه. آیا تا دلمون، حالا من این سوال از شما میرسن، آیا تا دلمون بخواد میتونیم به مغز مدادمون خاک رس اضافه کنیم یا نه باید یک نسبتی در نظر بگیریم؟ آقا باید به مقدار خاصی بشه. بله پس ما تا دلمون بخواد نمیتونیم به مغز مدادمون خاک رس اضافه کنیم، بگیم تا مدادمون سخت‌تر کنیم، چون اگه سختی اون زیاد بشه از کاغذ هم میتونه پاره کنه. پس اگه سختی مغز مداد من زیاد شد میتونه کاغذ منو چیکار کنه؟ آقا پاره کنه. پاره کنه. نمیشه روشم بنویسی بعد نمیشه روشم بنویسی. چرا باید پس مداد سختیش اینجا از کاغذ کمتر میشه تا
تا بدون از ناکن آیا به نظر تو مداد سختره؟ به نظرت مداد سختره یا کاغذ؟ آقا مداد. مداد به نظر من که بچه شما چی میگین؟ بذار شما چی میگیم؟ آیا مداد سخت‌تر یا کاغذ؟ سختی یعنی چه؟ میدونی سختی یعنی چه؟ قبلا خوندیم سختی یعنی چیا؟ سختی یعنی خراش برداشتن، یعنی در واقع بریدن. خب حالا به نظرت کدومش سخت‌تره؟ آقا کاغذ. کاغذ سخت‌تره. درسته؟ کاغذ سخت‌تره. چرا کاغذ سخت‌تره؟ چون کاغذ از مداد برمی‌داره. کاغذ از مداد برمیداره. قبول داری؟ مداد شما هی کوچکتر میشه. مداد شما هی کوچکتر میشه. پس کاغذ سخت‌تره. برخلاف تصور ما این بوده که چی بوده؟ تا قبل از این بچه‌ها فکر میکردن که مداد سخت‌تره. اما ما میگیم کاغذ سخت‌تره. دلیلمون چیه؟ چون کاغذ چون از مینویسی همطوری مداد کوچکتر میشه. یعنی کاغذ از مداد برمیداره. پس قبول داری که کاغذ چیه؟ آقا سخت‌تره. پس اینو ما قبول داریم دیگه. خط اینه که در واقع مداد خط میندازه روی کاغذ. خب و نه نه ببخشید، مداد نیستی که خط میندازه روی کاغذ. مداد نیستی که خط میندازه روی کاغذ. کاغذ سخت‌تره چون از کاغذ بر میداره. بنابراین میگیم که مداد چی؟ کاغذ سخت‌تره. کاغذ سخت‌تره. خب سومین، پس اینجا هم باید زیرش خط بکشیم. تجربه نشان یه مدادی داریم به نام مدادی اچ. دیدیش روش نوشته اچ؟ آقا بله. مداد نوشته اچ. این مدادی اچ، خب این مدادی سختی هستن. خب آقا خاکرسی بیشترش رو مکارفت. آفرین. اما مدادهایی که روش نوشته بی، این مدادهای نرمی هستن. فهمید؟ آقا بله. مدادهای حالا بی یک بی دو اینا هم داریم. هرگاه برید مثلا اینها مدادهای نرم اگه بخوایم باید مدادهای بی بگیریم، و اگه مدادهای سخت بخوایم باید مدادهای اچ بگیریم. مدادهای اچ خاک روز بیشتری داخلشون به کار رفته. خب حالا سومین مثالی که اومده زده سینا، سومین مثالی که اومده زده بچه اینجا هم باید زیرش خط بکشیم. میگیم افزودن مقداری خاک رز به کربن سبب بیشتر شدن سختی. سینا من سوالی میپرسم، اگه مثلا ناکن اگه مداد من کربن من، من میخوام مدادی بسازم، اگه کربنم خب اگه کربن من مثلا 60 باشه، 60 درصد داخلش کربن باشه، 40 درصد خاک رز باشه، خب یک این مداد اولی. یه مداد دیگه میخوام بسازم کربن مثلا چند باشه، کربن مثلا 40 باشه، خب خاک رسو مثلا 60 باشه. خب حالا به نظرت کموش سخت‌تره؟ آقا دومی. دومی سخت‌تره مثلا. آقا بله. به نظرت کمون مداد کم رنگ‌تر میاره؟ آقا باز دومی. آفرین. مداد دومی. هرچه که خاک رزش بیشتر باشه مداد کم رنگ تر. آقا کم رنگ تر میشه. درود بر شما. خب حالا اگه این مدادی، حالا دیگه همین فهمیدین دیگه چطوریه، دیگه فهمیدین دیگه، مشتر نمیگیم تا بریم قسمت بعد. یه بعضی موقع یه مثال سومی میان زده اینجا. مثال سوم، به فلزها یک گفته خواص فلزها را میتوان با افزودن، بخونش. خواص فلزها را نیز میتوان با افزودن یک یا چند ماده شیمیایی با آنا تغییر داد. در اثر این عمل خواص فلزها بهبود پیدا میکنند. آلیاژها مواد جدیدی هستند که اغلب از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست میآیند. برای این مرز فلزها را ذوب و با هم مخلوط میکنند. در اثر این عمل اتم‌های سازنده آلیاژ لابلای یکدیگر پخش میشوند. خب سینا صاحب کن تا این قسمت را بگیم خیلی شد. به فلزها میان یک سری مواد شیمیایی اضافه میکنن. چرا اضافه میکنن به نظرت؟ تا خواص آقا تا بهتر بشه. آفرین. تا خواص اونها بهتر بشه. با این کار ما اومدیم آلیاژ میسازیم. با این کارمون وقتی که به فلزها میایم یک سری موادی اضافه میکنیم، میایم یه آلیاژ میسازیم. آلیاژ چگونه ساخته میشه؟ میگیم آلیاژ مواد جدیدی هستن که اغلب، بچه‌ها زیرش باید خط بکشید،
که اغلب از مخلوط کردن دو یا چند فلز چی میشه؟ دو یا چند فلز به دست میاد. پس زیر آلیاژ خط بکشین آخر صفحه 33 آلیاژ چیه؟ میگیم آلیاژ ها مواد جدیدی هستن، اغلب از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست میاد. سینا نوشتین؟ بله. روش تهیه آلیاژ، سینا شما چون حالا زیاد بنظرم این قسمت شما تو ما خوندین درسته؟ زیاد الان چی هستین تا باید به یه نفر دیگه هم به یه نفر دیگه هم میکروفون بدیم تا همه بتونن. آقا بریم. آقا خداحافظ. خداحافظ شما. آه کی؟ عبدعلی پور. علی عبدعلی پور بیو بیا آقا علی پور، من سری نمیبینم، بیا آقا بالا من ببینم. آه خب دیدم. سلام اول فصل. سلام اول فصل. اول فصل علی پور. بله صدا میاد. سلام. خوبی آقا؟ ممنون. خب آماده هستی؟ آلیاژ رو برای من تعریف کن. آلیاژ چی بود؟ اولفاز یاد نیست؟ خودم بگم. آلیاژ بگم. علی پور اولفاز صدا قطع شد. کجا هستی باز؟ خدری. حالا تا یه لحظه. امیرزا خدری. سلام امیرزا. امیرزا سلام. امیرزا خدری. امیرزا خدری. ابوالفضل من نمیبینم. ابوالفضل شما رو نمیبینم الان. من اول فاز نمیبینم دیگه، اصلا داخل اینا نیست. فقط دیدم چت میکنی. اول فاز دست به وردی بالا. نه متاسفانه نمیبینم. اول فاز نمیبینم دیگه. آه اینا یه لحظه بعد. خب خدری شما هم صدا داشتینا. بگو اول فاز قطع شدی. حالا سامیت. بله. آلیاژ میتونی برام تعریف کنی؟ آقا نمیفهم چرا. آلیاژ به مخلوط کردن چند تا فلز رو با هم دیگه مخلوط میکنن بهش میگن آلیاژ. چیه؟ چند تا فلز مخلوط. اگه چند تا فلز رو با هم دیگه مخلوط کنن بهش میگن آلیاژ. خب چرا ما این کارو میکنیم اول فاز؟ چرا آلیاژ میسازیم؟ چون که محکمتر باشه. چون فلزمون محکمتر بشه. خب صفحه 34 برای این منظور فلزها را ذوب میکنن. خب اول میان وقتی میخوان آلیاژ بسازن، خب الفاظ چه کار میکنن؟ میان فلز رو ذوب میکنن، بعد میان با هم دیگه مخلوطش میکنن. خب درسته؟ بخونش این قسمت بالای صفحه 34 را. آلیاژ ویژگی های جدید دارند، به طوری که هرگاه مقدار کمی از فلزات های مختلف یا کربن را به فلز آهن اضافه کنیم، انواع فولاد با ویژگی های متفاوت به دست می آید. خب. برای نمونه افزودن افزودن فلز های کروم و نیکل با آهن سبب تولید ماده جدیدی به نام فولاد زنگ میزند. خب. میزند می شود که بسیار مقاومه. خب یه لحظه صبر کن تا من این قسمت توضیح بدم. پس بچا روش تهیه آلیاژ اگه از شما پرسیدن اینجا روش تهیه آلیاژ چیه، زیرش بنویسین بالاش صفحه 34 اول فصل بنویسین روش تهیه آلیاژ صفحه 34 کوچک بنویسین روش تهیه آلیاژ. سطر دو سطر بالایی هست این شکلا رو نشون داده. اینجا روش تهیه آلیاژ رو می‌نویسین. بعد به روش تهیه آلیاژ اینه که فلزها را ذوب میکنن با هم مخلوط میکنن و این فلزهایی که ذوب شده میره لابلای اینها قرار میگیره. خب شکل ب را نها کن اول فصل. شکل ب آیا خب بله این شکل ب را خوب نگاه کردی؟ بله.
آیا شکل به آلیاژ هست؟ به نظرت بچه شما هم نظر بدین. آیا بله. شکل آلیاژ هست؟ بچه شما هم نظر بدین. آیا شکل ب شکل ب بله. شکل ب آلیاژ هست؟ نه آلیاژ نیست. آلیاژ نیست. نه آلیاژ نیست بچه ها. آلیاژ نیست درسته؟ چون مخلوط ما تکه تکهه. نگاه کن این مخلوط ما یه دست نیستی. مخلوط ما یه دست نیست. پس شکل ب برای بچه ها بینیسیم. نوشته خودش نوشته مخلوط تکه های دو فلز. پس میگیم که شکل ب بالاش بینیسیم آلیاژ نیست. چون مخلوط ما تکه هست. اگر مخلوطی از چند فلز را ایجاد کنیم به این شکل در میاد و استحکام الان نداره. الان شکل ب ما به نظرت استحکام داره؟ نه نه استحکام نداره. چرا استحکام نداره؟ چون که مخلوطش تکه تکه. بله تکه تکه هست. اما شکل به نظرت شکل الف آیا آلیاژ هست؟ بله. چرا آلیاژ هست؟ چون که قطعاش با هم مساویه، یعنی تیکی تیکی نیست، مثل شکل ب. بله. پس من اومدم این شکل ب رو اومدیم چه کار کردیم؟ وقتی میخوایم آلیاژ بسازیم میایم فلز را ذوب میکنیم، در همدیگه مخلوط میکنیم، بذاریم تا سرد بشه، اتمهای درشت میرن لابلای اتمهای کوچک. الان اون زردها اتمهای چه هستن؟ درشتر هستن یا آبی ها؟ زردا درشتره. اتمهای درشت رفته وسط اتمهای کوچکتر کوچک. به لابلای اونها قرار گرفته. حالا اگه من با یک ضربه به نظرت به شکل الف بزنم خب میتونه حرکت کنه؟ نه نه حرکت نمیکنه. احتیاج داره که ضربه های بزرگتر بزنم. احتیاج داره ضربه های بزرگ بزنم. چون خب اما شکل ب چی؟ شکل ب اگه یه ضربه بزنم از هم میپاشه. اما شکل الف برای که بتونه در واقع حرکت کنه، برای که بتونه محکم‌تر بشه باید ضربه های محکم‌تر بزنم. آیا کمو شکل انعطاف پذیره؟ چه کشخاره؟ الف. الف انعطاف پذیر یعنی چی ابوالفضل؟ یعنی که با هم باشه. اول فاز یعنی انعطاف پذیر یعنی اگر من ضربه بهش وارد کنم دوباره برمیگرده سر جای اول خودش. خب چکشخار یعنی چی اول فاز؟ چکشخار مثل شکل که مثلا بشکه. چکشخار یعنی بشکه. آیا شکل الف من اگه من یک ضربه دو ضربه به اون وارد کنم میشکنه؟ نه نه نمیشکنه. پس شکل الف من میگیم که شکلیه که مولکول های درشت رفتن در لابلای مولکول های ریز قرار گرفتنه و اگه ضربه من به اون بزنم نمیشکنه خب و محکمتر از قبل شده درسته؟ بله. آلیاژ استحکام بالاتری نسبت به فلز سازنده خودش داره. پس میگیم چی؟ آلیاژ استحکام بالاتری بله. نسبت به فلز سازنده خودش داره. در آلیاژ ها مخلوط ها رو ما چه کار کردیم اول فصل که برای که آلیاژ بسازیم؟ مخلوط رو قاطی کردیم. مخلوط ها رو ذوب کردیم بعد مخلوط کردیم. یعنی اول باید اینها رو بیایم ذوب کنیم. خب اینها رو بعد بیاریم. پس اینجا این پس آلیاژ کدومشه؟ آلیاژ کدومش نیست؟ اینها رو ما الان فهمیدیم. چون حالا وقت کلاس چی ریاضیتون ساعت چند شروع میشه؟ اونایی که چی دارن ریاضی ساعت چند شروع میشه؟ بکنم من یازده شروع میشه بچه ها؟ 40 دقیقه شروع میشه؟ 11 شروع میشه؟ خب وقت هزی که من 5 دقیقه دیگه این صفحه هم بگم یا نیست؟ 45 2 دقیقه وقت دیگه. خب اینم من جدولی هم بچه ها بگیم فولاد زنگ نزن چطوری اومده درست کنیم بچه ها. این جدوله مهمه، باید جدوله رو علامت بزنید. جدول مهمه. فولاد زنگ نزن چطوری درست شده؟ بخونش از چه فلزایی درست شده؟ فولاد زنگ نزن اسم دیگر فولاد زنگ نزن چیه به نظرت؟ بچه اسم دیگر فولاد زنگ نزن چیه؟ استیل ها؟ اسم دیگر فولاد زنگ نزن استیله. خب استیل ام قاشقه استیل اینا هست از چه درست شده؟ قاشقه استیل یا همون چیزی که خون میگه از چه درست شده؟ بخون اول فاز بخون. مواد دشمن؟ نه از نه فولاد. جدوله را بخون، جدوله مهمه.
نام آلیاش بله فولاد زنگزن پون چند سده چدن بله از نیکل و کروم و آهن فولاد زنگ نزن یا استیل از کروم نیکل کروم با آهن درست شده و میگه خواص هم سختشه بله میگه خواص هم از آهن سختره کاربردش چیه در قاشق و چنگال و چاقو و اینا استفاده میکنه آشو. حالا چدن چیه چدن میگه از کربن و آهن کربن و آهن اجرای سازندشه بله این آلیاژن به چای اینا آلیاژ ها محکم‌تر از فلز اصلی خودشون هستن خواشن سخت‌تر از آهن بله در چه استفاده میشه چدن مثلا اینجا اومده برای ما گفته در تبر استفاده میشه در کلنگ استفاده میشه در وسایلی که سخته از چدن استفاده میکنن خب بریم سر مواد هوشمند الان کلاس ریاضی شروع میشه ها الان دیگه کلاس ریاضی شروع میشه کلاس ریاضی شروع میشه حالا مواد هوشمند فقط میمونه مواد هوشمند که مواد هوشمند رو من حالا روز دیگه یه قسمت کوچیکی مونده اینو میگیم و ان شاءالله که کلاس هم که بعضی هم میخوان بیان حضوری داخل کلاس حضوری میگیم شما هم میگین کلاس حضوری اول فاز بله میخوام بیام خب اونجا میبینیم تو خب خداحافظ خداحافظ خب بچه خداحافظ شما من خودم همینطوری اینایی که میبینم حاضر قایبیشون رو میزنم شما خودتون همینطوری حاضری بزنید که من بیشتر ببینم خودتون حاضری بزنید که من بیشتر ببینم خودتون حاضری بزنید تا من بیشتر ببینم بله برجویی برجویی شما هم نمودین تا حالا برای ما صحبت کنین انشاءالله یه روز دیگه حواس باشه تو کلاس حضوری که دیگه بچه من اون یک کلاس هشتون چی هستن میگن که کمی بیشتر آقای ملحمدی بهشون فرصت بده تا استراحت بیشتری کنم خب